معرفی میکنم دوست قدیم و کودکی من و هنرمند امروز و کمدین امروز رضا شفیعی جان. الهی قربونتون برم بچه‌ها، واقعا همه تون از اون مردا و خانمهای نیک روزگارید. امروز اومدیم یه ورقی بزنیم دهه شصت و دهه عشق، دهه محبت، دهه صفا. میخوام خاطرات رو یادآوری کنی بچه‌ها. من باز میخوام پشت مامو زیاد سشوار نکشتم، به علت زیغ وقت نرسیدم، ولی بیشترین چیزی که اون دوره ما به مو اهمیت میدادیم بیشتر این بود. ببینید، یعنی هر کس که میخواست بیاد بیرون این مراحل رو باید میرفت. این امضای آخر بود، یه پیچ، سشوار، ژل یا کتیرا، اشکل، هفت نفری به سوی درکه با قلیون و چایی. روی تخت چهار نفره 18 نفر میشستیم، سر یکی اسکار میکردیم، میخندیدیم، چرچر خنده. ببین وای وای، یه ایرجی بود، ما هم میخندیدیم از دستشا. ببین دوره ما سوت میزدیم، این مدلی دیدی؟ سوت بلبلی میزدیم، اصلا یه چیز عجیب غریب. میخوام یه یادآوری کنم از اون دوره، یه چیزایی نوشتم خوشگل مشکل، برقم کو. میدونم شما بچه های نسل جدید، نسل دیجیتال، نسل کامپیوتر، زیاد از نسل ما نمیدونید، ولی خوبه اینا رو بدونید بچه ها. دهه شصت، دهه جوراب سفید. چون؟ دهه همین ارگا، سیت سایزه، سین سایزه، اینجوری دیری 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 دیری. بعد این دکمه ها باید ور میرفت، یعنی خیلی مهارت داری نگاه بزن، دیری 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 دیری. حالا دکمه افکت، لا 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 لا، دست کرد دست کرد دست. بچه صدا رو تنظیم کن. دوستان، دهه جوراب سفید، دهه سوت بلبلی، کفش ساق بلند، تافت و ژل، به 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 به، کرم صد یک خیار، سر همه جا چرب بود. خانمهای محترم خیلی استفاده میکردن، آقایون هم استفاده میکردن، ولی یواشکی. شلوار خمره‌ای، پیره‌دار، خواندن آهنگای خارجی، غلط قلوت پشت وانت، اتوبان چمره رو میرفتیم بالا پایین. لیکی لک دیو سام دیم بان تی دی یو لک دیو بیت نکی دن باک تی دی این جی دی سام باری ایوادی تو لک بی تام با اینی باری. دیگه آشنایی داشتیم با این آهنگای خارجی. کتککاری قرار دم در مدرسه، یعنی روزی نبود که بگم چی داداش دمه در نامردی میای دمه در. دعوای خروسی و کلکل سر کوچه، سر چهار راه. حالا خودم بشم اینا رو باید توضیح بدم، یه دست دیگه بزنید. یه چیز بامزه این بود که سر چهار راه مد شده بود، همه سوء تفاهم نسبت به هم داشتن، همه با هم درگیر بودن با نگاه. اگه یادتون باشه، ببین هر کی راه میرفت بی خودی اینجوری بودیم، نگاه میکنی داشت، اون میگفت چیه نگاه میکنی، بعد بی خودی نگاه میکردم، اینی دو نفر اینجوری به هم چسبیدن، این مدلی دست بکش، دست تا بنده بابا، دست بنده. بعد پیرن هم میکشتم، هیچ کم وجود نداشت اون یکی رو بزنه، فقط گرگدار یکیشون اینجوری اینجوری میکرد، گفت اتکان اتکان. ببین یه داد میزد، کل محل اینجوری نگاه میکردم میدن، ولی باز کتککاری نمیشد، همه به هم چیز داشتن. نگاه کردید داشت، بدبین شده بودن، شکاک بودن. دهه کانوا بافتنی یادتونه؟ ماماناتون یادتونه؟ شما همه مامانید الان، مامان بزرگاتون، ماماناتون واقعا یادتونه؟ بله. اون دوره کانوا بافتن عشق بودا، یعنی واقعا بیا مادر یه خانم خونه با لذت اینجوری
بافتنیش هم میباف. آره آقا شمسی خان، نه پسر محمد آقا سیگار میکشه به خدا. آره بعد باید کنارش بودی، میومد اندازه میگرفت اینجوری. آره دستت بگیر کمر. بعد آخه میبافتن. آه خدا رفتگانتون بیامرزه. این پیرن رو که میبافتن وقتی تنم میکردم بزرگ بود، هیچ وقت متناسب اندازه و فیت تن اصلا اون موقع معنی نداشت. آره بعد اگر کانواهر میشستی دیگه یعنی تور میشد. بعد میپوشیدیم تا اینجا میومد به خدا. بعد من که زایه نکنیم تا میدادیم بالا دادن دادن مدرسه میرفتیم چهار تا میدادیم، ولی این هواکش ها معلوم بود. بعد حالا اون بافتنیه که گل و گشاد بود هیچی، شال گردنه رو کجا میذاشیم؟ ببین اولش 2 متر بود بعد 11 متر میشد. یادتونه؟ به قرآن، یعنی من خواستم اینو بندازم 15 دور میپیچیدم دور گردنم، رو سرم میشد، یعنی بو علی سینا میشدم. شال بلند، ولی دیگه چیز بود دیگه، توش عشق و صفا و محبت بود. بهترین چیزم زمانی که تو خونه دعوا میشد برای اینکه هرستو خالی کنی این میل بافتنی و کانوایی بود که تو رو فرش بود. یعنی من میرفتم گفتم آقا میخوام برم مثلا با بچه‌ها اردو، میگم نمیشه، میگفتم یعنی چی نمیشه، باید برم پول بدین، گفت نداریم. مسخره در آوردین، من از این خونه میرم. بعد کانوا بافتنی رو میدیدم یه گلوله توپ زار یه دونه شوت میزدم، حالا فکر میکردم مثلا میری 2 متر اونورتر وامیسه. 12 دور میرفت این ور این ور این ور، کل خونه رو تارنکبود میزد. ولی بعدش خودم کات میخورد به اینکه اینا دوباره جمع میکردم این مدلی، یادتونه دور دست اینجوری باید میشستیم میپیچیدیم، مامانه رو کمک میکردیم با کانوا بافتنی. آقا مهارت های با دست گرفتن پنکی یادتونه؟ میکردید این کارو؟ چه حالی میداد، چه افعی داشت. یعنی اینجوری دست میکردی اگه نامزدی کسی هم بود قرار بود مثلا ازدواج کنی، جلو اونا ببینید این حرکتو اینجوری میگرفتی پنکه رو یا جلو شرف میزدی. یه چیزی که اون موقع مد بود یه جور مریضی بود، الان هم انجام میدن. آقا پاره کردن روکش های صندلی اتوبوس و ماشین بود تو تاکسی ها. هر کی دعواش میشد مشکلی داشت یا تیک عصبی داشت با ناخون یه سوراخ اول میزد صندلیو، اینو میکن، نفر بعدی یه ذره بیماری کمتر داشت اسفنجا رو در می آورد. اینجوری شهرداری میگه آقا نکنید، ماشینا صندلیا نوئه، صندلی اتوبوسا نوئه. ببین یه ماهه همه این اسفنجا رو در می آوردن سوراخ میکردن، فرقی نمیکرد تاکسی و اتوبوس. اول ویدیو رو میگفتیم ویدیو به خود ویودو گفتیم آقا با جوادینا ویودو دارن، اصلا تصویر پخش میکنه آینه. دهه کشف سیگنالایی از خارج، یعنی دائما ما پای کانال تلویزیون این پیچر اینجوری بودیم که کان میگفتن کانال رو میگیرن، روسیه رو میگیره، نمیدونم فلان میگیره، بعد میپیچوندیم اینجوری. بعد میبینیم یه آدم داره حرکت میکنه، گفتی خودشه، دیدیم خارج، اون خارجی اومد. بعد تنظیم که میشد میدیم اخبار استانه، با عرض سلام ادامه اخبار استان را به سمع و نظر شما میرسانم. بعد من نمیدونم چنگال چه تأثیری توی این گرفتن سیگنال داشت، همه یکیه چنگال همه این کارو کردن. یا چنگال رو میکردیم پای تلویزیون، یا میگفتن چنگال دو تا چنگال اگه باشه خارج رو میگیره، دو تا وصل میکردیم بالا آنتن، یکی دو تا وصل میکردیم تلویزیون، بعد دائم میبرد 200 تا این بر 200 تا اون بر نمیگرفتیم. ما شنیدیم رفتی به گذشته، نه همه این کارو کردن. بعد از همه بدتر بود که گفتن که بعضی از همسایه‌ها ویدیو دارن، واقعا آره ویدیو دارن، چه فیلم هایی میبینن. آقا این اون بابای بره برادر بره، خلاصه یکیشون مثلا روش میشد میرفت میگفت آره شنیدیم سی میشه رد کرد ما هم ببینیم. مثلا اونا هم حال میدادن، یه همسایه ما داشتیم سیم رد کرد به ما، انقدر خوشحال شدیم سیم رو نصب کردیم. بعد
منتظر بودیم اینا یه بار بیان بگن آقا ما فیلم گذاشتیم. یادشون میرفت نمیگفتن. من از برق تلویزیون که میافتاد رو پنجره میگفتم بابا اینا فیلم گذاشتن به خدا. بعد نگاه میکردم بعد صدا میومد مثلا فیلم دوبله نشده بود. بعد میدیدم تصویر خاموش روشن شد گفتم فیلم گذاشتن. تلویزیون روشن میکردیم مثلا رو کانال 8 یادمه میآوردم بعد میدیدم وای مثلا فیلم خارجیه. یه ذرهش رو میدیدیم جمع میشدیم دور هم آدم چای میآوردیم. ای والله چه خدا یا شکر چه نعمتی. در دقیقه که نگاه میکردیم هفته برفک میشد نامرد میکشیدن میرفتن میخوابیدن. بی عدالتی نامرد سیم دادی یه آماری بده گناه داریم. مثل شما نبودیم یه چیزی میخواستیم ببینیم مثلا غذای مثلا کروکودیل. کروکودیل چیه؟ کتاب خونه میرفتی چیزی بیداره میکردی تو کتاب درسی یه دونه عکس سیاسفید چاپ داغون. الان تو ما 3-4 تا بچه بودیم رامبودینا 2 تا بچه بودن برای همین اونا ملاحظه میکردن ما ملاحظه نمیکردیم. من و داداشم کل داشتیم یعنی من دعوا میکردم پیرن مهرتادمون رو میگذادم پاره میکردم زورم نمیرسید دیگه. اون بروسلی بود فیلماش هم میدید. بعد من از این توپولا نقاش میزد منو یعنی واه تق 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 اینجور میزد منم زورم نمیرسید پیرنشو جر میدادم. بعد یه لنگه کفششو مفقود میکردم چون دو لنگه کفشو میفهمید کار منه ولی یه لنگه رو میگفت کفشم نیست گفتون گربه برده شاید ولی خبر نداشت پشت بوم رامبو دیناست. آخه رامبو پشت بوم خونهشون بلندتر بود زیادم نگاه نمیرفتن بهترین جا برای مفقود کردن بود. ولی بعدش مثل چی کتکم میزد. منتها نوجوان که شدم ما اختلاف سنمون 5 سال بود مثلا اون 12-13 سالش بود بروسلی بود من 7 سالم میزد دیگه منو. بعد رسیدیم به سن نوجوانی من صدام اینجوری شده بود سلام بابا سلام. بعد دعوام میشد با داداشم دیگه اینجوری بودم چی گفتی؟ بعد اونم گفت بارو بابا بارو جمعش کن. یه بار همینجوری ناغافل برای انتقام جویی آماده بودم اومد جلو گفت من چیز جوابشو میدادم. بعد بابا اینا که بودن میرفتم پشت بابا اینا میگفتم بره به تو چه از همین که هست. بعد میومد جلو بابا میگفت اه مهتاد خجالت بکش برادر کوچیکته. اون هم اینجوری میکرد اینا میرم بیرون گفتم بره بابا هیچ کاری نمیتونی میکنی. ولی بیچاره مامان بابا من بابا میخواست سوا کنه مثلا یه دونه به مهتاد میزد مهتاد اینجوری صورتشو میگرفت میگفت فقط منو معصوم گیر آوردی اونو نمیزنی. میگفت چرا بیا شق یه دونه به من میزد. بعد من میگفتم بابا من کوچیکتر بودم به من محکمتر زدی از اون. میگفت خب بیا تق یه دونه دیگه به مهتاد میزد. اون میگفت پدر این درست نبود تا الان 3 تا به من چک زدی اون بچه لوس و بنده خدا. بابام اینجوری بود خب بیا بیا میخواست تقسیم موازات کنه کتکو. خلاصه همین دیگه. الهی قربونتون برم عاشقتونم با پشت موهام خیلی حال میکنم دوستتون دارم شبتون